شنیدم پژون سبزه رو فروختی؟ شنیدم قبرش وای زدی به یه بدبختی و در رفتی؟ اون خانوم هیچ ربطی به زندگی شخصی من نداره، ولی اگر شما اصرار دارید که از شخص شخیص اون خانوم اطلاعاتی کسب کنید، من مجبور میشم اسم کسی رو بیارم که اگر اسمش رو شما بشنوید مجبورید برید استعفانامه خودتون رو بنویسید بچسبونید به تابلو اعلانات کلانتری استاد ملت. بیار آقا بیار، من از کی میترسونی؟ جناب سرگرد خفته، عطر تند و تیز دستگلی که حضرت عالی به آب دادی توی باد پیچیده و مشام همه رو حساس کرده. میخوام امشب بفرستمت به یک مأموریت فوق سری و مهم که فقط من و تو ازش خبر داری. منو تو یه هایی چت شده گندو؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ ببین اون چیزی که دنبالشی برات با ارزش تره یا اونی که قبل از دستش خودت دادم به دستت. ما پرور اونا دارن فرار میکنن، اون وقت من باید دستم بخورم؟ فهمه جان عزیزم، فرار کردن از مشکلات فقط فاصله رسیدن به راه حل رو زیاد میکنه. دلیل نمیشه چون اونا مظنونای تازه کاری هن هر اشتباهی کردن تو به عنوان یه مظنون کنه کار همون اشتباه رو تکرار کنی که از تو بعیده. یه شهرامی بود، شهرام خنجری بود، این عاشق شده بود مثل کی؟ مثل فامیلشون ظفرعلی عاشق شده بود. عاشق کی شده بود؟ عاشق مادر لوسی شده بود. مادر لوسی کیه؟ مادر لوسی الیزابته. الیزابت نیومد، لوسی. ببینم چی کشیدی بابا جون. نه 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 شما این که موهای سیاه. آخه پدر صلواتی این کجا شبیه من دندوناش انقدر تخمه میخورد که دندونا این شکل میشه. کویا جان سشت این حرفو چی میزنی؟ بیا مادر بیا اینجا پیش. نمیخوام نمیخوام میخوام بشنم بقل خود از سجست سجست. کویا جان بیا بشینه. نه 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 بذارین همینجا بشینه، قراره با هم دیگه شعر بخونیم مگه نه؟ من خجستم جسته جستم دسته دستم تو هم پویا پوریا پریا. نمیخوام، پریا اسم دختراست. خب جسته جستم واسه کانگوراست، واسه خرگوشاست.
سلام علیکم. ببخشید. خیلی شرمندم. خیلی عذرخواهی می‌کنم. خسته نباشید. ببخشید. تو اینجا سر خوبی شما آقای چمانی. ببخشید مزاحم شدم. من واقعا مسئله تو خوام. خدا شکر شده. شرمنده. کار ما وقت و ساعت نداره. ببخشید دیگه خورده دیر شد. کار پلیس که اگه وقت و ساعت داشت سنگ رو سنگ بند نمی‌شد آقای خفته. به نظر من کار پلیس مثل کار سیاستمداراست. شما فرض کنین یه روز همه سیاستمدارای دنیا بخوان به خودشون مرخصی بدن، بعد ببینین چه بلایی سر کره زمین میاد. البته فکر نمی‌کنم اون قدم بد بشه. ببخشید آقای چمانی، ببخشید. ببین عزیز جون، تا بس به در دیوار و آب و هوا نکشیده بفرستشون دو داغ. این پسر یه تار موش به من نرفته، کمی دل بری بلد نیست. خدا به دور، خب بچم نجیبه. خانم چمانی، آقای چمانی، میگم اگه اجازه میدین این دوتا جوون با هم برن تو اتاق که سنگاشون رو با هم وابکنن، حرفاشون رو بزنن که بعدن دیگه حرف و حدیثی باقی نمونه. چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه، مگه نه چمانی؟ هرچی شما بفرمین خانم. اوه، ازتون بلند شد. بفرمایی خجسته خانم، راه نماییشون کن. با اجازه تون. ببخشی من کجا باید برم؟ از هر پاشو دیگه خانمو راه نمایی کن. منم باش میرم. نه تو بشی، من بایستا عزیز جان، تو باید انگلی برد چهار رو به من آقای چمانی یاد بدی، برای که ما بلد نیستیم، دوستانمون به اون میخندن. خب تو باید پیش ما بکنی. بیا بینجا بینجا. مگه نه آقای چمانی؟ بله بله بله. خوشگله. آره مهربونم هست، ولی چی؟ چرا آوردیش اینجا؟ مگه بده؟ ببین اصلا اگه بخواد راجب من اظهار نظر کنه، من نظرم راجبش عوض میشه ها. نه نه نه، نگران نباش، نظرش در مورد تو اصلا بد نیست، خیلی مطمئن باشه. آره جانم، چیزه، ببخشید من گاهی خودم بلند بلند فکر میکنم. عادت دیگه. از کجا انقدر مطمئنی؟ از کجا؟ برای این که یه خورده میشناسمش. این خودت بیوقت است. اصلا خوشگله. از چشاشم معلومه که خیلی مهربون بوده. اصلا حواستون نیست؟ نه چرا هست؟ نه نیست. مطمئن باشی هست؟ نه به نظر من که نیست. میتونم بشینم اینجا دیگه؟ بله خواهش کنم بفرمایید. البته طبیعیه، من میفهمم. تو همچین شرایطی خاطره های آدمی که بیشتر از همه دنیا دوستش داشتی همه ذهنتون رو پر کرده دیگه. نه صد در صد من حواسم به شماست، یعنی چجوری بگم، اصلا اقتضای کار ما اینجوری جواب میکنه که ما شیشنون که حواسمون رو جمع کنیم، وگر نه نه اصلا دروغوی خوبی نیستی. چی بگم، نبود اینجوری که شما میکنی. محله به نظر من که نیستی. بفرمایید. نه
شما بفرمایید. نه خواهش کنم بفرمایید. خب من میفهمم خیلی سخت آدم جای یه نفر دیگر رو پر کنه، اونم یه آدمی که انقدر دوست داشتنی و محبوب بوده. نه حقیقتش بعضی از آدم ها اینقدر خوب و دوست داشتنی هستن که آدم نمیدونه کجای دلش بذاره، این ور بذاره، اون ور بذاره. اصلا ببین اصلا این عکس خوب نیست، چشم کب و چاله افتاده، ولی چون ذاتم خوبه فهمید مهربونم. آقای خفته پرور، توی فلسفه بافی شما آدم بدشانس جرمش چیه؟ معلومه دیگه جرمش بدشانسی چه دیگه. اتفاقا من خیلی به این موضوع فکر کردم. ببین وقتی بدشانس میاد سراغت عین یه جاده میمونه که ته نداره، وقتی واردش میشه دیگه راه خروجی نداره. متوجهی؟ نمیشه از همون در ورودیش خارج شد؟ نه دیگه، کائنات اون درو غیب میکنه، اون در ناپدید میشه. گیرده بازشگاه واقعو شده. نه حرف نداره داداش، یه لطفی در حقم میکنی؟ بابام نمیدونه من الان اینجا تو کلانتریم، گوشی تو میدی یه خبری بهش بدم؟ تو روت میشه باز به من بگی موبایل؟ یه بار لو رفتیم کارمون کشید به پیاز پوست کندن، این دفعه لو برم دیگه پوست خودم کنده است. نه خیر، فردا جناب سرگرد خفته خودش شخصا باید به مورد رسیدگی کنه. بنده کفش یه کاسه کوزار ما رو ریختی من. هر روز اونجاست باباره میشه. اصلا باورم نمیشه، یعنی چی همینطوری در نزده اومده تو اتاق تو، گفته ببخشین کیف من تو جیب شماست؟ آره به جون پویا، جای دستگیرش سابیدگی داره گوشه پایینش پارگی. یه روز داشتیم با معاونمون بالا میرفتیم اتاق من، تو راپله یهو پای این معاون منو از پایین گرفت. سرگرد من کیفم از شما میخوام. حالا سرگرد این معاون منم یک کمی ترسوی و گفت جان عزیز چیزه این پای منو ول بکن، قبض رو دارم میشم. یه بارم به یه خانمه بنده خدا پیله کرده بود، خانم من مطمئنم کیف من شما بردین. حالا اون خانمم اعصاب ندار، الان دو هفته است نمیاد، دلشوره دارم نمیدونم کجاست. بر خانومه؟ نه برای زرگنده رو میگم. اسم خانومه زرگنده؟ نه بابا، اسم اون بنده خدایی که کیفر گم کرده رو میگم. عصب که پدر کاره داره بابا جان، این اتاق در نداره. الو عاشق عصب شدی میخوای با شرسی کنی؟ نگی جلوشا. خب عاشق عصب هنوز نه، ولی فکر کنم همین الان عاشق تو شدم. ببخشید این تلفن کاری ما خیلی طول کشید جوابم، امیدوارم که حواسم پرت نبوده باشه. نه اتفاقا خیلی هم جالب بود اینکه یه آدم صبور و مهربون و آرومی مثل شما یه همچون جای خشنی رو اداره میکنه با مزه است. اتفاقا برای من بیشتر با مزه است که ببینم چطور یه خانم متینی مثل شما در یه محیط خشن و مردانه داره کار میکنه. اتفاقا اشتباه همینجاست، اونجا اصلا محیط خشنی نیست، من اسم اونجا رو گذاشتم مرکز بازیافت طلای کثیف. من دارم یه بهشت کوچولو رو اداره میکنم، نه یه مرکز بازیافت کثافت. بله حتما همینطوره، من خیلی دوست دارم این بهشت کوچیک شما رو ببینم. راست میگی؟ بله. خب من همین الان شما رو فردا ظهر برای نهار دعوت میکنم اونجا. شما چه معنی؟ بله شما هم بفرمایید. این سیبی که از وسط نیست شده من متحده. آفر من یه لحظه گوشی بابا جان بگو چی شده؟ چی؟ خب بابا بابو
بغبغو تو میلی این کفتل جلد همین خلاب شده توقی حکایت توقی و ست مرتضا تا اون سر دنیا هم پلش بدی برمیگرده لوشونه های ما عبدون و سلش از خود ما میخواد. بخور اینو داشته با پلش بده این بیستاب و پلش بده. آخه انگاری دارم با دیفال حرف میزنم نه با سقف. لود تو بلم اصلا هم به لوم و بالکش نمیاله. نه آخ توفان، حکایتش حکایت علی بی بیغمه که نه دلش گنج قارونو میخواد نه مال فراوون. علی بی غم اومده با دل خورم اومده غم خود دنیا دو روزه این دو روزم روز به روزه غم خود دنیا دو روزه این دو روزم روز به روزه. خودتون رو خسته نکنید رفقا، قصه من قهرمان نداره. اگه فهمیدید من واسه چی اینجام بهم بگید تا منم بفهمم. تو بر یه چخماقی کنار بول بول اگر دیر چی بود هیچ وقت یاد نگرفتم ازش اینو میگفت یاد بگیر. چتونه؟ چرا غمباد گرفتی؟ یه بار خیر سرم پاشدم رفتم مأموریت کردین عزاخونه اینجا رو؟ این چیه زهره؟ مرده مگه سولت؟ زبونو تو گواز بگی چه طرز حرف زدن آخه؟ مرده چیه؟ من هم مثل خود از هیچ کسی به هیچ کسی دیگه خبر که ندارم. سر ساعتم خاموشی رو زدم، پاک آب شده رفته تو دل زمین، دور شده رفته هوا. میدرسم زبونم را این فامیلشون چی بود؟ این زفرالی چی بود؟ دل به دریا و بیابون و جنگل زده باشه. از سر شبی هیچکی به هیچکی ندیدتش این بچه رو. خاطر این من بچه ها رو بسیج کرد، گفتم تا زمان که این بچه رو پیدا نکنی حق نداری بخوابی. آقا من توالتا همه رو گشتم نبود. آقای ما همینجوری گشتیم لای فشار گشتیم به خدا لشتیم شده هم گشتیم نبی خنجری رفته خنجری نبی که نبی. تو یخچال رو نگاه کردین؟ میخوای یه نگاه زیر تختار هم بندازین ببینین تو جیبای من نیست؟ یوک این شیش قیافه بره خودتون درست کردین ها؟ بده؟ خیلی جرف رفتین، جرفی نه، خیلی هم خوشتیپه، خوشگله، مده. آقا جمع اونجور کنه بگیریم بخوابین، بی خودی هم نگران نباشین، حتما رفته سراغی که هم مشتریاش موهاشو کات کنه فردا سرحال برمیگرده. برو بگیر خب. شما به چه حقی بچه ها رو بسیج کردین؟ واسه چی همه رو نگران میکنین؟ من دلم اهنسی رو سرکه داره میجوشه چی کار کنن، از خودم که نیست. اوه این بچه خیلی ساده است، دلش اینو گنگشک میمونه. گنگشک تصم افقالش کرده باشن اخوان یه بلا من سرش آورده باشن. وقت من جواب دختر خالمو چی بدم؟ پیداش میشه جایم نداره بره تفت. آقا نگران نباش پیداش میکنی خوش این دارن جمع کن. چشم دل آدم میگیره من برم بخوام خواهم خواهم خاموش کن اونو دیگه با
مگه نبینی من خاموشی زدم آخه؟ این چی بود که من هیچ وقت یاد نگرفتم آخه؟ ترافیک بسیار بالاست. جنگل پرباران نام مناسب برای این مکان است. اینا همین جنگل ها خود باران ساحت هست. لش به لش افتاده برسه کافر. امید خوش مادر میلاد. اوی میلاد باشو. این چی میگه این وسط؟ باشو مادر باشو یه سر به غذا بزن تن نگیره. گندم کجاست پس؟ بیاد سر بزنه دیگه. من تمام دست و بالم سوخته، نگاه کن. منم اینجام سوخته، یه جای سالمم نداره. تو نگاه بکن. نگاه چی تو خوش کردم به زندگی. ببین ترا خدا این جوجه های بی مادر از جیگ جیگم دیگه افتاده. بومغلتونه بابا رحمان، بومغلتون. پاشو قربونه اون شکلت برم، پاشو. ماما خوبم میاد. الان مرد این خونه کیه مادر جان؟ تویی دیگه. تو یه ریزه مهر و محبت این قاهره تو دلت نیست. خدا بیامرزه آقا رحمان، یه قرب داشت همینطور خروار خروار محبت این دخترها تو دلش بود. تو به کی رفتی مالا من نمیدون. من که چیزی نمیگم مامان، میگم گندم پاشه بیاد کمک کنه تا بچه ها رو ببریم شام بخورن. همین. خب کمک کنی چی میشه؟ کمت میاد؟ بلند شو بلند شو برو قاعده صدا کن بیاد یه لقمه شام بخوره. از عصری تا حالا هر چه زنگ میزنم افتاده رو اون دستگاه کس کرده. واسه چی اینجوری پیله کرده؟ واسه همین دستای توئه که اینجوری گله به گله سوخته. بلند شو. صفر دیگه، صفر گرفتی اینجوری خوابیدی؟ خورشید، خورشید مادر، بلند شو قربونه برم، بلند شو شام بخور. وای، دیکته هم ننوشتم. وای. خب من بهت میگم دیگه، اول شامتو بخور بر. مامان میگه شام حاضره. به به، آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی؟ من شام نمیخورم، گشنم نیستم، کار میکنم. چرا دروغ میگی؟ تو موقعی که اعصابت خورده یه یخچال تنهایی میخوری. وقتی اعصابم خورده مگه نمیبینی الان دارم کار میکنم؟ تمرکزم به هم نزن. امشب تمومه؟ نه بابا، اون دفعه که ساختمش وام دانشجویی گرفتم، الان دیگه وام دانشجویی هم بهم نمیدن. بعضی از قطعاتش خیلی گرونه. فعلا دارم زیر روش میکنم ببینم چی کارش میشه کرد. این موقعی شب هم اسمس داری؟ بی بخون بابا. خیلی خوب، پاشو بیا پایین، مامان منتظرته. لیست کم و کسری دستگاهت هم بنویس، بذار جلوی جالباسی، صبح ببینم چیکار میتونم واسط بکنم. بیا پایین. نگاش کن چه خوب خوابیده. کجاش خوابه؟ اینکه یه چشش بازه. اسد عادتشه، گاهی اوقات با یه چشم باز میخوابه، بعضی وقتا دهنش اینجوری باز میمونه خواب. راست میگی؟ عادتونی داره. آخه طفلک بعد از مدت‌ها یه خواب عمیق کرد. تو فکر می‌کنی دلیلش چیه؟ دلیلش معلومه دیگه، تویی. من؟ نه بابا، من که هنوز نه به دارم نه به بارم. من مطمئنم داره خواب تو رو میبینه. نه بابا، من میشناسمش. وقتی خواب منو میبینه اصلا صورتش شکل دیگه است. چه شکلیه؟ از وقتی من رفتم خیلی غمگین شده. وقتی خواب منو میبینه خطوط صورتش سنگین میشه، این مجسمه. ولی الان نگاش کن، داره میخنده. آخه آره راست میگی، داره میخنده. آخه خواب نمونه دیرش بشه. میگم این بالش رو از زیر سرش بکشم بیدار میشه؟ فایده نداره. اصلا وقتی عمیق میخوابه چارش فقط یه پارچه آبه. آب؟ بگیر، کار خودت. نه 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 نه، من میترسم. از چی میترسی؟ نه من نمیتونم. نه عزیزم، من بریز دیگه. نه خودت بریز. نداره که بریز، باید عادت کنی. بریز، من اینجا. بیا دوتایی با هم بریزیم. نه خودت بریز، بریز بعد یاد بگیری.
نترس دیگه. آه بسم الله الرحمن الرحیم. یا بابا نه چی شده؟ باشه اصلا باشه برای فوتبال دستی بازی کنی. عزیز گفت نرم مدرسه. برای چی نری مدرسه؟ من امروز جمعه است. نه همه من خواب بوندیم. عزیز گفت تا برم مدرسه زنگ آخر خورده. سرچنه واقعی برم ناشتا نرو زفت میکنی. زهر مار بخورم بهتر از صبونه است. 20 ساله دارم من کار میکنم، سابقه نداشتی من دیر برسم. من موندم چرا من اینجوری شدم امروز؟ عاشقیه بابا جان عاشقیه. یه روز که هزار روز نمیشه که لقمه رو میگی تو را بخور به دلتن بد را نده. نمیخواد مادر جان نمیخواد. سب کن سب کن میگم. ای ناشتا نرو. نمیخوام مادر. رفت. خدای شکر خدا حفظش کنه. آقا بعد به خیر شد بچه. خدا شما رو حفظ بکنه. بالاخره لقمه باقی میدشو پیدا کرده. دست درد نکنه. قربونت برم. بشین پاشو بشین پاشو بشین بدبخ شدیم دیگه. همه جا رو زیر رو کردیم. از آسمون سنگ باریده. سیاه‌بخ شدیم. بیچاره شده. طوفان به ما زده. خب دیگه. چی شده؟ چی شد؟ چیز نشد. دوی 13 می زومرت بخور. اون زبونتو بکن تو کامدی یک لحظه. الان سکته میزنه سرگار. چیزی نشده. شما یک دونه شکلات باخری استراف. نمیخوام. حرف میزنید یا به زور از حلقومتو بکشم بیرون. با عرض ادب و احترام. بعد به عرضتون برسونم. چیز شده؟ سرباز خنجری چیز شده؟ بابا اجازه بدید من خودم خدمتون عرض کنم. بدبخ شدیم دیگه آقا. همه جا زیرو کردیم. ایشون متوانی شده رفته. هر جا رو گشتیم نبوده. الان رفته اسم این فامیل اسمش زفر علی. زفر علی. بس دیگه برید سر پستتون. برو دیگه. ای پدرم به سوز عاشقی خرش این جوان خوش آواره کرد. قربان گزارش کامل مأموریت پیشه. ماجرای سولت چی آفره؟ والا منم زیاد نمیدونم. بعد ساعت اداری رفته دیگه برنگشته. سرگرد سرخی در جریانه؟ بله بله صبح غیبتش به سرکلانتری اطلاع دادیم. عکسش هم شخصا به دستور جناب سرگرد سرخی به همه کلانتری‌ها فکس کردم. بنده خدا سرخی هم حالش بده. از وقتی خبر شنیده همینطور بغض کرده. خودش پنهان میکنه. من از نوع صدای سکسکاش فهمیدم. نمیدونم چی شده. من هر چیشم به موبایلش زنگ میزنم جواب نمیده. اگه خنجری موبایل داشت؟ نه موبایل نداره. یه وقت فکر نکنید موبایل من دست شما. من موبایلم دیگه نیست. شما خودتون در جریان این دیگه. برای این ماموریت هم خودتون یه موبایل به من دادید. من صبح ماشین تحویل بخش دادم. این موبایل من که بود این یهو گم شد. بعد سولت پیداش کرد. من دیگه اینو دادمش بهش. گفتم این مال تو باشه. بعد من به اون موبایل. بس دیگه آب پرور. فهمه کجاست؟ طبق دستور شما تو بازداشتگاه. به سرگرد سرخی بگو من کلانتری هم کاری داشت بیسیم بزنه. مرخصی. بله قربان. آب پرور آب پرور خنجری زهره امیر جل زهره خان بی خود صدا تو سرت ننداز. بابا اینجا
هیچ نامسلمونی پیدا نمیشه که بیاد دست ماما علیلا رو بگیره مثل تارزان بلندمون کنه بگه شزه و بعد ببردمون امامزاده داوود حالمون رو خوش کنه. میدونم تو سرت مثل بازار آهنگرات صدا میکنه، مثل پیت حلبی خوردریزه هاش توش جا به جا میشه. حکایت حفی های این قفص حکایت مجید کل کنبوزهیه. تا وقتی تو گنج دنج تنهای خودش دست و پا میزد یکی نبود حالشو بپرسه. همچنی که به یه خونه نقلی و یه حوض قد قربیل دل بست شد عزیز فک و فامیل و همه حوال شدن لوسلش تا دلخوشیشو از تو حلقومش بکشن بیرون خفتش کنن تو صفه سوت دلا. آقا مجید تو تافتونیا اون طرفی ها اون بری ها همونو که بعد چله آقا تو رو انداختن توی اتاق یه دری همه یه ثروت هم ضبط میکنن. دا شبی من یه نفر تو سر دا شبی من مثل سر اون را تافتونیه نه سنگکی. با اونا تنیه با من ناتنی با اونا تنیه با من ناتنی با اونا تنی ناتنتنی تنتنتنی ناتنتنی تنتنتنی ناتنتنی تنتنتنی تنتنتنی تن آقای دید اگه قربتی ها برگشتن گفتن جوبچی للدن جمع کنه تو هم بگو دوماد چون که دواتیه بیگه دوات جمع میکنه. ای به هرچی نبدتر آدم دروگوت و دشمن خداست. که چقدر دشمن داری خدا. دوست دادم که ماییم یه مش آدم عاجز علیل ناقص عقل که در حقشون تو دشمنی کردی. خوش به سعادتتون که روز خونتون بیست جاتون وسط بهشت. دنیای من که شده آخرت یزید کیه که ما رو ببره روزه؟ روزه خودمم. این دلمه که خونه زندگیه که آوار شده سرم. از گریه کنم خبری نیست که نیست. غمت نباشه با خودمون گریه کنم. بلا روزگاری این عاشقیت. پاشو آی فهمه میخوام یه چیزایی بهت نشون بدم از خنزر پنزره آقا مجید خیلی بالتره. تشریف بیار. پنزر خنزر خنزر پنزر بشین. آقای وحید همایی قهرمان سه دوره دو میدانی به خاطر عشقش به یه دختر دچار درگیری فیزیکی شد، دستش به خون آلوده شد، سرش رفت بالای دار. تا آخرین نفس باهاش بودم اما هیچ کاری نمیشد براش کرد. چرا؟ چون قانون دستگاهی همه رو بسته بود. آقای کمال ملکی متخصص قلب و عروق به خاطر یه ماجرای ناموسی 20 سال پشت میلای زندان الان هم داره حبس میکشه. قانون کاری به تخصصش نداشت. بفرمایید. آقای نادر خسروی
یه تکنسیان نازنین و باشور کلاس خرج خانوادش میداد، با برادر دختری که دوست داشت درگیر شد، جسدش تو فاضلابای ورمی پیدا کردن. بیا بخون 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 بخون، همشون این همن، فقط اسمشون فرق میکنه، مصیبتاشون ولی هولناکه. حالا خودت بگو من چیکارش کنم؟ خواهی گفته من فقط میخوام قاتل زودتر پیدا شه که ماشینم رو زود تحویل بگیرم. به خدا لنگم، به خدا گیر کردم، به خدا من ماشین میخوام، من کرایه ماشین ندارم بدم. پسر جان خوب گوش کن، این پرونده دیگه داره امنیتی میشه، من مجازم جنابالی رو بفرستم بالا، اون وقت کارت با کرامت کاتبینه و سلام. به والله اگر شک داشتم که ریگی به کفشته مطمئنن همین کارو میکردم، میفرستادمت. اگر تا الان پشتت وایستادم به خاطر اینکه فکر میکنم جوونی نابغه‌ای، حیفه که عمرتو پشت میلای زندان بگذرونی. قانون تشخیص مجرم بودن جنابالی رو به عهده بنده گذاشته، خوب متوجهی؟ من اگر مطمئن بودم جرمی مرتکب شدی یه جمله تو پروندت می نوشتم می فرستادمت، خلاص دیگه هم بر نمی گشتی. آقای خفته به خدا قسم من تو وضعیتی هم که پول جزوه های دانشگاهمو ندارم بدم، پول کرایه تاکسی رو ندارم بدم، پول دوا درمون چشم بابامو ندارم بدم، من با اون ماشین کار. آقا جان در هر صورت این پرونده باز میمونه، حق خروج از شهر و کشور رو نداری، با یه خطای کوچیک من خودمو میکشم کنارا، روشنه؟ روشنه جناب سرکار. این دفعه رو ندید گرفتم، بار آخره، اینم مثل یه راز بین من و جناب علی میمونه، نشنوم رافتادی دنبال پسر سردار و پلیس بازی و این ور اون ور، فهمیدی؟ برو دیگه نبینمت. دو تا مغز زن بخوام. خیلی خوب بزن کنار این بامونده پرده اندرونی و دلم پوکیت بفران که از دو سه تا مهتوب میارم میزنم با نسر دیگه روشن بشه، یه این روزی نفون بیارم بگیر شد. آقا میرا بابا این روده بزرگه، روده کوچیکه رو خور، دو تا پسته افتادم. آقا برم آوردم. چشم چشم. گندو چیه مادر جان؟ دوباره لب قلچه کردی؟ اون قبقب این قورباغه انداخته بیرون، هر یه چشمم گردی بیاله، چی شده دوباره؟ باشو باشو بذار کنار، نمی باشو بذار زمین، بذار زمین، نمیخوام بذار برگونه برگونه سرت برم. دستی دو تو خوهر برادرتو بگی برو تو خیابون یه چرخ بزن واسه خودتون بستنی بخوری هوا بخوری. ها چیه گندو؟ سر تو بگی بالا ببینم مادر، چیه ها؟ نمیخوای درد تو به من بگی؟ خواهی که درد تو به مادرت نگی به کی میخوای بگی؟ کی محرم تر از مادر ها؟ درد تو هم یکی دوتا نیستش که، بگو مادر بگو، میترکی ها این چشو نگاه کن از حدقه داره میزنه بیرون. اش گرفتار شده، من چی کار بکنم؟ اون کیف وامونده این نصب که بردم دادم اون کیف، من نمیدونم چرا نصب از خونه زندگی من بیرون نمیره. بوبی گندو
سلام، داشتم از اینجا رد میشدم. خواستی ببینی که چی؟ خواستم بگم که گندم اینجا هست یا نه. آره چرا نمیخوای ول کنی بابا؟ هر کی دیگه جای تو بود با این همه شهری که این وسط درست شده بود دومشو گذاشته بود و کلشو در رفته بود. چی میخوای تو؟ خودتو بذار جای من. مردی و غیرتت اجازه میده بعد از این همه شهر دومتو بذاری رو کلتو بری؟ برو مرد باشو، برو دست کم یه علانه رو برو. منم کاری به کارت ندارم، فقط خودت برو. دمت کم. خفته؟ نه 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 سرفه نمیزنم، یعنی میزنم زیاد مهم نیست. بفرمید قربان. طبق تحقیقات ما متاسفانه آقازاده شما با افراد نامناسبی هش رو نش دارن. من ترسم از اینه که خدای نکرده با باندای قاچاق یا فضای غیر مجاز خارج از کشور. شما مثل که به این امر واقف نیستید. محمد ابراهیم من هنوز بچه است، میفهمید چی میگم؟ من کلی تلاش کردم تا از علاقش نسبت به ورزش استفاده کنم، توی فوتبال یه جورایی دستشو بند کنم، بازم تلاش میکنم، اما واقعا این شرایط برای من اصلا خوشایند نیست. متوجه عرایزم هستید که؟ بله قربان، من کاملا متوجهم. من به شما قول شرف میدم اگر شما اجازه بدید که من ایشونو احضار کنم، طوری باش رفتار میکنم که انگار پویای خودمه. با این اوصاف تصور بنده اینه که شما کاملا محترمانه دارید بنده رو در مقابل عمل انجام شده قرار میدید. بسی نیست؟ ریش و قیشی دست شما سر برد، ولی فراموش نکنید با آبروی نیروی انتظامی روبرو هستید. خداوند توفیق خدمت به همه ما رو بده. در پناه حق. نه دکتر جان، خدا خیرت بده. تو که منو میشناسی، من حرص همه کیه و همه چیه باید بزنم. با علی، زن، بچه، کار، ماموریت، دوست، دشمن، همه چی. خدا بهم سلامتی داده دکتر جان. چشم گردندم نر، باید حرص من بزنم. نه عزیز دل، من یه رفیقی دارم، چند وقت نگرانشم نکنه سرطان مرتان چیزی گرفته باشه. بله نشانه هاش دکتر، ای بد بیخوابه، اصلا خواب نداره. آره گوشاش تیز بود، تیزترم شده اخیرن. چاقه، بد قلق، چاقه، پف داره زیاد، درسته؟ بد پیلس دکتر. یه نشانه بدترش بیپرواییشه. ای فکر کنم فهمیده داره میره، چیزش زده به دریا، دلش زده به دریا، دیول کرده همه چیزه. آره ای شکمشم لاغر بود، الان فکر کنم تو مرموراش برم کرده، خیلی خیلی بد چاق شده، پفو برده. آره جان، سکسکه چه؟ نه سکسکه نمیزنه. مگه سکسکه نشانه چیزه؟ سرطانه؟ چه میگی دکتر؟ یعنی چه احتمال داره؟ عزیزم تو دکتری؟ درسته با یه خورده نشانه هست و نیست آدمه بدی رو هوا؟ چند درصد دکتر؟ چند درصد احتمال داره؟ 80%؟ یا قمر بنی هاشم، احمد گرفتم حکم جرم ابراهیم درویشی رو. فهمیدی؟ این ماموریت فقط از عهده تو برمیاد، برای اینکه هم انگیزت باراست، هم حس مسئولیت پذیریت قابل تقدیره، هم جسارتت قابل تحسینه. احمد این تن بمیره دوباره روزه خوندن شروع نکنی. من با سردار هماهنگم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، قبهاتم آقا جان سر جاش میمونه. اسد
اسد دوره بگردم، اسد دوره شدم، اسد احمد چیه؟ اسد این آخرین ماموریت من و تو با هم اسد، من دارم خروج میکنم. منظورت عروجه؟ احمدت پرید اسد. احمد نکن، احمد این بوی پیازت خانه منو به هم زد، ول کن این دیوونه بازیارو. آقا جان خوب حواستو جمع کن، ما با جوونی طرفیم که جزو خانواده ماست، باید این بازداشت طوری صورت بگیره که هم حرمت سردار حفظ بشه هم حرمت ناجا. ما حالا با هم کار داریم، اگر قرار به عروج باشه دوتایی با هم میپریم. باش ساعت چنده؟ من خیلی کار دارم، سرم شد. آقا ما رفتیم. جناب سرگرد سرخی به کنار آشیانه 11. جناب سرگرد احمد سرخی معاونت کلانتری صد ملت به بخش ماموریت‌های استراتژیک. جناب احمد نه ترس، نگران نباش، منم یه روزی مثل شما سرباز بودم آقا پرورد، هنوزم خودم سرباز میدانم. این قپایم که روشان آمه نشان شبگری آمه، ولی در مرام یه کون سرباز کارکشته سروانی و سرگردی و سرهنگی و سرداری هیچ فرقی با هم نداره، متوجه ای؟ بله قربان، من حرفای مهم و سری میگیرم. آفرین باریک، بشین پشت رول که خیلی وقت دلم هوای چیز ده کرده رانندگی ده. بشین. میکنی تو پرور؟ بگیرمش. اینجوری داری جان منو میگیری؟ هی ایمت باید رفتیم آقا، رفتیم. نمیرس آی خدری. بابا جان افسر جانشین رو کیه؟ کی؟ پنج داری؟ بفرست بیاد اتاق من. کیجا کیجا خام میتره، نگول کیجا خام میتره. قربان. آی پنج داری، بابا جان یه کار فوری فوتی برای من پیش اومده، مجبورم یه ساعت برم بیرون. خوب حواستو جمع کن، این یه بزنگاهه که میخوام خوب ازش بیای بیرون، اون وقت برای ترفیعت اقدام میکنم. قربان اگه لطف فرمایید پیگیر مساعده پنج قلوه من باشین، لطف بزرگی به من کردین. نه اینکه الان تو این تحریما پوشک گرون شده، شیر خشکم گیرمون نمیاد، میدونین بعد جوری درگیر شدم. آی پنج داری این شما، اینم کلانتری ملت، میخوام بدونم چند مرده حلاجی. خداحافظ شما، برای مساعدت هم فکر میکنم. بله قربان. سرخی این همه زور زد بشینه پشت این صندلی، وقت من یه روزه شدم رئیس کلانتری. پنجداری رئیس کلانتری. عجب اقبال بلندی داری پنجداری. آی پنجداری لیاقت آدم ها رو این میز و صندلی معلوم نمی کنه. باور نمی کنی؟ خوب بو بکش. ملارو روز خوش. بیرون نزشته جام سرگوی. من میگم که ما چطور میتونیم یک نفر رو بازداشت کنیم
بدون اینکه این فرد بازداشت شده از دست ما عصبانی بشه. اگه اینو شفاف سازی کنی من ممنونتون میشم. از بس عقب مانده ای دیگه. نه یعنی چیزه میدونی؟ گناه تو نی. چرا؟ داشتی رانندگی تو میکردی. من با عراجیفم باعث شدم نه سر رانندگی در بیاری نه حرفای من. هی آقا ابراهیم هم مثل پسر خودمه، چه فرقی داره؟ اصلا بعض بازداشت نی، یه تعقیب خودمانیه. مثل مادری که همش نگران بچه‌ش، تعقیبش میکنه، دنبالش میکنه که مبادا با رفیق ناباب بگرده. آدمی اگه آدم باشه باید نگران همه ی عالم باشه. چون سرگو شما حالتون خوبه، من کم کم دارم نگرانتون میشم. و تو این جور موارد که من این سوالا رو ازتون میپرسم شما باید سکسکه کنی. پیداد همه دردا که گفتنی نیا پرور برادر من. جناب سگو شما الان شاید خودتون در جریان نباشین ولی طبع شاعریتون امروز زده بالا. در راستای بحثمون من میخواستم بگم این نه تنها درد نیست بلکه نشان دهنده اینه که شما یک پلیسی هستید با رویکرد مکتب رمانتیسم. درد من رمانتیسم نی ابله. همینه دیگه. بزنین سکسکه رو. سگو نمیخوایم پیاده شیم. راه افتاد. آدم گناهکار قله قاف هم بره گیر میفته. تعقیبش میکنیم. راه بیافت. الان میگیرمش عین الگانس. شما جلو سکسکات نگیری هیچ کی نمیتونه جلو آب پرور رو بگیره. این سکسکان نشانه از پرور جان. نه نشانه کودنی سولت، نه حماقت زوره، نه کودنی تو، نه جا طلبی خفته، نه گیرای نیر خانم. میدانستم میخواد بلای جانم بشه قد علکی فرصت های زندگی من نمیسوزم. قربان عقل و احساسم همزمان داره به این میگه یه اتفاقی افتاده نمیخوایم ببرم. عقل و احساست بده به جلو اتوبان. ها الان داریم میرسیم. میگم قربان آخه من با این ماشین چجوری بگیرم؟ اون ماشین تصمیم بگیره بره من به گرد لاستیکشم نمیرسم. آیسا آیسا ایکس ایکس ها ضرب در شیش. این تقسیم بر دو هم نیست. الان میخوای همینجور بگی تا آخرش؟ خب برو دنبالش گمش نکنی. میگیرمش میگیرمش من اینو میگیرم. گندم قهر کردن همیشه راه خوبی برای تنبیه آدم ها نیست. باشه اصلا تو راست میگی. بگو جرمم چیه که داری اینجوری مجازاتم میکنی؟ گندم به خدا من هر کاری کردم به خاطر تو بوده. منتی سرت نمیذارم و چون این راه خودم خواستم برم. تو این همه مصیبت دلم به تو خوش بود بیمعرفت. باستا ببینم جرم من چیه که باید از همه طرف بسوزم؟ از بیابروی خانوادگی، از مریضی بابا، از متهم شدن به قتل بابا، از توقیف ماشینم و بیپولی، از دختری که دوستش داری ولی حتی حاضر نیست تو چشات نگاه کنه. بگو جرمم چیه؟ ها؟ میدونی جرم تو چیه؟ جرم تو شکستن دل کسیه که فکر کنی دوستش داری. معامله با خونه بابای کسی که میگی عاشقشی. برو امیر برو خودت بیا. های محترم اینجا دانشگاه ها مثلا یه محیط علمیه. واسه چی اینقدر مزاحم دختر مردم میشی؟ آقا شما بفرمایید سوء تفاهم شده. مسئله خانوادگیه. مسئله خانوادگیه؟ تاجا که من میدونم خانم شجاعت اصلا ازدواج نکردن که بخوام با شما مسئله خانوادگی داشته باشم. تو از کجایی شنو میشنفی؟ بخشید من باید چی شما رو صدا کنم؟ اسد تو چرا انقدر خنگی؟ این بنده خدا اسم داره، اسمش هم خیلی قشنگه، خجسته. بگو
خجسته زشت نیست؟ نه نه، چه زشتی داره بابا، خیلی هم بهتره. اسم کوچیک آدم ها رو به همدیگه نزدیک میکنه. سلام. سلام، خوبی؟ مرسی، خسته نباشی. ممنون. من از دوستای ابی هم، ابی درویشی. خوبی شما؟ ابی کجاست؟ تو کاف شاپه. کافی شاپ کجاست؟ مستقیم سمت چپ. من عاشق امضا گرفتن از آدم معروفام. کلکسیون دارم، اینا رو کلاژ میکنم، یه امضا میشه. سرباز خوش بره رو. من یه دست میتونم بهت بدم. اه چه جالب، به جوش سبز لجنیه. عجیبه، نباید یک بابمه. سلام گلاب خانم، اجازه بدید کمکتون کنم. نمیخوام مادر جان، مگه من چلاقم؟ مگه چیه؟ اصالکلت هوای شکستن کرده؟ ملاقه میخوام. نه اومدم با تو حرف بزنم. میتونی چرخه زندگی رو بچرخونی؟ آره؟ هنوز اولش پیچیدیم به پرپای همدیگه. وای به حال آخرش. به گندم بگید امیرعلی رفت. من همینجا به شما قول میدم که دیگه ریخت نحسمو نبینید. امیرعلی فهمه امروز رفت تو قصه. وی کجا؟ هرون تا قصه ها نرفتی یک کمکی به من بکن. چه خبر اینجا؟ ببینم از این خنجری خبری نشده؟ نه چه خبری میتونم داشته باشم؟ رفتشو با بی خبریش من و دختر خالم و کلانتری همه رو خبرساز کرد دیگه. رو بگیر، بهت میگم رو بگیر، ششتو درویش کن. خواب ببخش مذارت تو، حق با تو بود بابا. من و گندم مال هم نیستی، فاصله همون شده از زمین تا آسمون. انگار دیگه حرف همون نمیفهمی. من گفتم عاشق بشی؟ نه، من گفتم دلتو بفروش به این پسره. حداقل نصیحت نداد یادم بره پس بگیر. بابا امروز من همزمان با تهم جا به جا کردم، همزمان چای ریختم به مردم تعارف کردم، گلاب برود گلاب برود، رفتم تو والد با متهم. بابا هم من معذب شدم، همون اذیت شد. بابا چرا کسی رعایت حال من نمی کنه؟ من کار دارم، من معافم. پدرم خیلی سنگ شما رو به سینه میزنه، ظاهرا اشتباه میکنه. مار تو آسین پرورش داده. فکر ته ماجرا هم باش، اینا این سر ماجراست. یاد از آن روزی که بودی ظاهر شام تا من آخر کنم.
چنین